به نام خدا رادمه هستم در خدمتون هستیم با درس مجازی از طریق آموزشگاه زبان رادمر. خب میخوایم بریم درس مکالمه رو ادامه بدیم مکالمه در هفتاد جلسه رو میخوایم داشته باشیم در این هفتاد جلسه باید یاد بگیریم که مکالمه اولیه رو حرف بزنیم رادمر لانگویج انستیتیوت بند رادمر هستم شماره تلفن و اینستاگرام و یوتیوب رو مترنت داشته باشید. می‌ریم درس 50 و 9 رو با هم انجام بدیم. Unit 59 or session 59. Guys, I'm popped out Let's la five. خب، در درس‌های قبلی یاد گرفتیم که هر جمله رو ما یاد می‌گیریم، تو جمله رو یاد می‌گیریم از هر جمله چند تا جمله دیگه می‌سازیم. در درس های قبلی بعضی از کلمات رو گفتیم که عوض خواهند شد اونا رو بعضی هاشون رو دیگه در درس های آتی که درس ها دیگه دارن تمام میشن و اینا رو کامل بلدیم نخواهیم گفت نخ... یعنی جملات رو اضافه نمی نویسیم. شما خودتون اینها رو عوض خواهید کرد و توسعه خواهید داد خب بچه من خیلی خستم یه ذره استراحت کنیم در اینجا از بچه ها منظورمون افرادی هستند که با ما هستند خیلی صمیمی هستیم به همه افراد میتونیم گایز با... بگیم فقط صمیمی باید باشن نه اینکه هر در واقع در هر سنفی باشه مثلا استاد ما هست یا رئیس ما هست که نمیتونیم بگیم گایز پس برای دوستامون و افراد صمیمی میتونیم از کلمه گایز استفاده کنیم I'm pooped out خیلی خستم خب به جای I'm میتونید کلمات رو عوض کرده فایل رو عوض کرده با فعل مخصوص خودش در اینجا بنویسید و توسعه بدید خب به جای I'm میتونیم بگیم Guys he's pooped out let's take like five Guys she's pooped out let's take like five او خسته است یکم استراحت کنیم یا yeah, Guys we're, we're pooped out let's take like five ما خسته ایم بیایید یکم استراحت کنیم یا there. Guys, they're pooped out. Let's take five. اونا خستم بیایید یکم استراحت کنیم. خب. میریم در جمله بعدی فائل فعل to be و مکان رو میخوایم عوض کنیم. I'm driving to the hospital. خب دقت کنیم به تلفظش I'm I'm driving to the, hospital. I'm driving to the hospital. با ماشین دارم میرم بیمارستان. خب در این قسمت چیزایی که باید عوض کنیم I'm و hospital هستش. مکان و فائل و فعل توبی فعل توبی اگه یادتون باشه اما ایز آر هستن افعال توبی که در اینجا بسته به فائل ما هیشی ایت باشه ایز میاد وی دی آر میاد و آی ام میاد خب she is driving to the park she is driving to the shopping center we're driving to the school they're driving to the hotel خب جمله اول چی بود she is driving to the park او داره با ماشین میره پارک she is driving to the shopping center او داره با ماشینش میره به مرکز خرید shopping center این قسمت رو باز تلفظ رو دقت کنید شاپینگ سنر شاپینگ سنر We're driving to the school ما داریم با ماشین میریم مدرسه در driving to the hotel اونا دارن میرن هتل. جولیا is driving to the bookshop جولیا داره میره بوکشاپ کتاب فروشی خب جولیا سوم شخص هست به جای شی اومده پس مطمئنم مف... فعلش چی باید باشه؟ ایز باشه دقت کنید تفاوت زمایر با اسامی در این هست که در زمیر میتونیم فعل مخفف بیاریم We can bring contracted form of to be verbs here but in nouns We cannot bring contracted form and we have to use the full form of the verb. Bayat <inaudible> Julia is driving to the bookshop. David is driving to the bus station. David dare driving to Mom and dad are driving to the department store. مامان و بابا دارن به فروشگاه ساختمان فروشگاه میرن با ماشینشون بعضی از فروشگاه های بزرگ هستن که در قسمت پایین در زیرزمین یا قسمت بالاش پارکینگ دارن اون قسمت رو میتونیم استفاده کنیم برای ماشین هامون که در این قسمت همین حالت رو استفاده کردیم مامان در در driving to the department My cousin is driving to the cinema. Uh, cousin میتونه دختر دایی دختر خاله یا پسر دایی پسر خاله باشه. My cousin is driving to the cinema. دختر دایی داره میره سینما با ماشینش داره میره سینما. خب این قسمت که مکان بود گفتیم به جای این مکان میتونید از این کلماتی که در اینجا من براتون نوشتم توسعه دادیم میتونید دادی از اینها استفاده کنید خب کلمه اول هر hairdressers, hairdressers اه, یعنی آرایشگر آرایشگر زنانه باربر آرایشگر مردانه گالری گالری green groceries اه, همون سبزی فروشی میتونیم بگیم جیل یا پریزن هر دو به یک معنی هستن زندان لاندرومات او لاندرت که محل شستشوی لباس هست مخصوص شستشوی لباس هست که ما میگیم خوششویی یا بعضی وقتا قسمت اتوشویی هم داره لایبرری کتابخونه هست مال فروشگاه بزرگ رو میگیم میوزیم، موزه، موتل موتل، هتل های سر راهی یا بین راهی رو میگیم موتل پارکینگ لات قسمت پارکینگ فارماسی یا درگ سور داروخانه پلیس استیشن ایستگاه پلیس پاب یه نوع رستوران هست یا میخانه ما میگیم در قدیم البته اینطور میگفتن ترین استیشن ایستگاه قطار یا همون ریلوی استیشن هست سوپرمارکت سوپرمارکت زو باغ وحش و غیر خب پس اینجا من بیشتر مکان ها رو نوشتم ولی خب مکان های زیادی داریم که میتونید یاد بگیرید و در قسمت مکان که در این قسمت هست بیارید خب قسمت اول هم رلتی والده ببخشید خیشاوندان یا کسانی که با ما یه نسبتی دارن اونا رو میاریم که اونا رو هم در قسمت بعدی میخوایم یاد بگیریم <applause> خب این جملات رو ادامه میدیم میریم در پایین اونا رو یاد خواهیم گرفت Better late than never دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است Better late than never I used to go to the gym سابقا میرفتم باشگاه Used to به من یه سابقا هست Used to سابقا بعد used to همیشه فعلمون ساده میاد اینم در نظر داشته باشیم خب فایلمون هرچی باشه یوز تو عوض نخواهد شد بعدش هم فعل ساده خواهد اومد هر فعلی میتونه باشه میتونیم بگیم I used to play play the guitar سابقا گیتار میزدم I used to play the violin سابقا ویولون میزدم خب یا yeah, I used to collect stamps سابقا تمر جمع میکردم so the base form of the verb. we can bring base form of the verb after used to. and when, whenever we use used to uh, instead of our verb, our subjects will be uh, just all of them will be here without any change in used to. okay, we're going to go to the other sentence. she's taller than you. Which one should we change here? Which words should we change here? Our subject and our object. We can change our subject and our object. She, our subject is to be verb and our object. We're going to go to the uh, words or sentences that we have added here. He's taller than me. او بلندتر از من هست. We're taller than them. ما از او بلندتر هستیم. They're taller than her. اونها از او بلندتر هستند. You're taller than us. شما از ما بلندتر هستید. My mom is taller than them. مادرم از اونها بلندتر هست. خب این قسمت همین فاعل هام که اینجا دیدید به جای این فایل ها و به جای این آی که فایلمون هست و به جای این فایل هایی که ما به کار بردیم در اینجا و به جای این فایل میتونیم همه این کلمات رو به کار ببریم Family Members اعضای خانواده خب اعضای خانواده یک چارت اینجا کشیده Great Grandfather and Great Grandmother پدری و جد مادری رو میگیم great great uncle اموی بزرگ great grandfather grandmother پدر بزرگ و مادر بزرگ great aunt امه یا خاله بزرگ که امه یا خاله مادر بزرگ پدر بزرگ هستند ببخشید امه یا خاله مادر یا پدر هستند خب، آنکل آنت، امو و امه، اینجا هم آنکل آنت نوشته، دایی و خاله، خب، مادر، فادر، مادر، پدر، اینجا چند نفر آورده، سیستر، برادرن لو، برادر، سیسترن لو، خب، این خواهر هست، وقتی ازدواج میکنه، برادرن لو، در واقع میتونه داشته باشه برادر ان لو چی هست برادر ان لو یعنی برادر شوهر یا برادر همسر برادر خانم یا برادر آقا میشه برادر ان لو خب برادر برادر سستر ان لو خواهر شوهر میشه سستر ان لو myself husband husband یعنی همسر myself که در اینجا نوشته یعنی خودم یعنی این قسمت رو این خودش در واقع توصیف کرده و خود نوشته myself wife همسر یا خانوم رو کلا میگیم wife بهتر بگیم آقایون رو میگیم husband خب cousin cousin's wife cousin cousin's husband کازان دخ... پسر دایی یا پسر امه هست در اینجا و همسر پسر امه یا پسر دایی رو میگیم کازانز وایف کازان دختر دایی یا دختر خاله یا دختر امو یا دختر امه هست خب این هم شوهرش میشه کازانز هازبند خب میریم قسمت بعدی نفیو نیست نفیو نیست نفیو کلن پسر خواهر یا برادر رو میگیم خب این قسمت سان و دادر انلو دادر سان انلو سان یعنی پسر دادر انلو یعنی دختر خانده دادر دختر سان انلو پسر خانده خب first cousins once removed خب میگه این کازن ها وقتی در واقع از اینجا رفتن کازن ها گفتیم هم میتونه پسر امو دایی خاله و امه باشه هم دختر امو دایی خاله و امه باشه خب این قسمت تموم شد Family Relations Chart که در بالا دیدیم Useful Family Tree Chart with Family Words کلمات رو کلا من در اینجا براتون آوردم یه کلمات دیگه ای هست مثلا سیبلینگ و اینا خب سیبلینگ پیرنت سیبلینگ یعنی خواهر برادر والدین یا سیبلینگ خواهر برادر ما و siblings, child فرزند خواهر یا برادر میشه siblings, child که این هاست در واقع همه رو یاد گرفتیم ما میریم قسمت آخر تقریبا He's sick because he's او بیمار است به خاطر اینکه داره صرفه میکنه خب هی رو میتونید دقیقا با همه اون فایل هایی که یاد گرفتیم بنویسید Stop playing with your mobile با موبایل بازی کردن و بس کن در این قسمت یادتون باشه گفتیم وقتی فعلمون یا جملهمون کلا امری هست به هیچ جمله نواز نخواهد شد پس جمله امری هست همون جمله رو به این حالت می خب میریم قسمت آخر I believe that business loan is really perfect من باورم بر اینه که تنها تجارت واقعی عالی هست خب در این قسمت باز فایل داریم فایل رو میتونید عوض کنید دقیقا کلمه که در بالا کلا براتون توضیح داده شده از اونها میتونید استفاده کنید فقط در اینجا در این قسمت باید یادتون باشه اگر فایلتون سوم شخص است اس سوم شخص میارید اینا رو در درس‌های قبلی خیلی تکرار کردیم دیگه اینها کلا تکراری هست همه اینا رو قبلا یاد گرفتید مثلا میتونیم بگیم He believes that she believes that David believes that my cousin believes that his cousin believes that فقط اسه سوم شخص میاریم و تمام خب درس پنجاه و نه در این قسمت به پایان رسید روز خوبی داشته باشید با ما باشید در اینستاگرام واتساپ و یوتیوب با کلاس های مجازی آموزشگاه زبان رادمش Have a good time